وضعیت فلاکتبار حکومت خامنه ای در سراشیب سقوط صحنه های آموز زیادی داره یکی از این صحنه ها وضعیت سرمایه زمستون امسال و تأمین سوخت مردم در سرمایه هولناکه. مدتی که کمبود گاز تمام کشور رو در بحران فرو برده تا جایی که دولت مجبور شده بسیاری از کارخانجات و صنایع بزرگ مدارس و دانشگاه ها و ادارات رو تعطیل کنه این در حالیه که باند خامنه ای در تابستان امسال وقتی بحث امضای برجام داغ بود پیش زمستان سخت رو برای اروپا می کرد. در اون زمان وزیر نفت رئیسی برای اروپا لغز میخوند که اینشاالله خدا به هممون عمری بده ببینیم که امسال چه زمستان سختی در پیشه برای دنیا به خصوص کشورهای وارد کننده انرژی به خصوص اروپایی ها. الحمدلله رب العالمین جمهوری اسلامی به ظرفیت خوبی تو بحث تولید نفت و میعانات فراورده ها و گاز رسیده ما میتونیم یه بخشی از این کمبود انرژی که امروز تو جهان به خصوص کشورهای اروپایی هست رو تأمین کنیم کارشناس های دولتی هم پیش بینی میکردن که اروپا به دلیل نیاز به گاز در مقابل نظام زانو زده و تسلیم بشه و تحریم ها رو لغو کنه یک خبرنگار اصولگرا به سراحت گفت که رئیسی بی سواد فکر میکرد که اروپایی پیت نفت در دست به التماس خواهند افتاد سرانجام زمستان آمد و معلوم شد که همه محاسبات رژیم ابلهانه بوده سال اصلی اینه که این اشتباه محاسبه و تحلیل غلط اصلا از کجا آمده؟ آیا رئیسی یا اعضای دولت اون چنین تحلیل و محاسبه ای داشتن؟ آیا باند موسوم به اصولگرا یا برخی روهای نظام چنین تحلیل و مصاحبه ای داشتن؟ برای پاسخ به این سوال باید 29 بهمن 93 برگردیم به زمانی که مثل تابستون امسال بحث مذاکره و برجام داغ بود تو اون سال خامنی گفته بود اگر بنا به تحریم باشه ملت ایرانه که در آینده اونها رو تحریم میکنه بیشترین سهم گاز دنیا در اختیار ماست گازی که یک انرژی بسیار مهم و گذاره و دنیا به اون احتیاج داره همین اروپای بیچاره احتیاج به این گاز داره و این گاز در اختیار ماست ما تحریم میکنیم اونها رو در وقتی که مناسب باشه بله منشه این تحلیل و پیشبینی ابلهانه خود خامنه و بی جهت نیست که مردم ایران اون رو مسبب همه مشکلات و مصیبت خودشون میدونن و با شعارهاشون اون رو هدف قرار میدهن بی جهت نیست که به قول خود مقامات حکومتی 99.5 درصد شعارها علیه شخص خامنه ای زهاکه خیزش انقلابی مردم تو نقاط مختلف همچنان ادامه داره مردم معترض با تجمع در مراسم یادبود قربانیان شعاردهی و شعارنویسی ادامه میدن و کارزار منزوی سازی جمهوری اسلامی تو عرصه فرهنگی و اجتماعی بر عزم خود برای سرنگونی تاکید دارند ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده مردم ایزه هفت بهمن توی مراسم یادبود حسین سعیدی معترض قربانی شعارهایی چون از زاهدان تا ایزه خون از وطن میریزه و مرگ بر خامنه ای سر دادن. پیکر حسین سعیدی و محمود احمدی رو که تو روستای پرسوراخ با حمله ماموران حکومتی از بین رفتن هنوز به خانواده های اونها تحویل ندادن. ویدیوهای دیگه ای به ایران اینترنشنال نشون میده که روز جمعه مادر میلاد سعیدیانجو معترض قربانی برای همدردی همراه با مادر حسین سعیدی دیگر معترض قربانی ازاداری میکنه. جمهوری کثیف اسلامی تلاش میکنه تا مرگ میلاد سعیدیانجو و برخی از قربانیان ایزه در اعتراضات 25 آبان رو به گردن حسین سعیدی و دیگر همراهانش بندازه. شعاردهی علیه جمهوری فاسد اسلامی تو نقاط مختلف ادامه داشت اما مردم مجازات میدانی یک بسیجی رو هم در ایزه داشتند. خدا نیامرز به فنا رفت. مردم تو روز روشن این بسیجی رو در میدان اصلی شهر به جهنم فرستادند. ویدیوهای ارسال شده به ایران اینترنشنال نشون میده که جمعه مردم معترض تو برخی محله های تهران هم و همچنین شهرک باغلی و تهران پارس شعارهای انقلابی سر دادند شعانویسی های انقلابی تو نقاط مختلف ادامه داره ویدیویی که به ایران اینترنشنال فرستاده شده نشون میده دانش آموزان روی دیوار کلاس یک هنرستان توی کرج شعار زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی رو نوشته و رنگ قرمز به نشانه خون روی دیوار پاشیدن اونها تو پیام خودشون اونبان کنن پاک میکنن باز مینویسیم یکی از مخاطبای ایران اینترنشنال ویدیویی را از فردیس کرش فرستاد و گفت شما شعارها رو پاک میکنید ما دوباره مینویسیم دیکتاتور به پایان سلام کن ویدیوی ارسالی دیگه به ایران اینترنشنال نشون میده شهروندار روی سازه 1401 در میدون امام رضا در دامغان شعار زن زندگی آزادی رو نوشتند. در مشهد هم یک ویدیوی ارسال شده دیگه نشون میده معترضان نام میدون هنرستان رو به پهلوی تغییر دادن. از طرف دیگه کارزار منزوی سازی جمهوری اسلامی از سوی هنرمندان و چهره های مشهور ادامه داره. بازیگران فیلم سینمایی چرا گریه نمی کنی شامل مانی حقیقی، هانیه توسلی، فرشته حسینی، باران کوسری، علی مصفا، نهال دشتی و امیرحسین فتحی تو بیانیه اعلام کردند که تو جشنواره فیلم فج شرکت نمی کنن. تو این بیانیه اومده امسال از دیدن نام خود در این جشنواره ننگ داریم و اگر در ارائه فیلم به جشنواره اختیاری داشتیم مانع حضور اون میشدیم. ادای احترام مردم به قربانیان و معترضان اعدام شده ادامه داره یکی از مخاطبا با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال میگه به یاد محمد حسینی معترض اعدام شده و دیگر کشته شدگان خیزش ملی ایرانیان بین نیازمندان غذا پخش میکنن در همین حال ویدیوهای ارسال شده به ایران اینترنشنال نشون میده در اطراف مزار مجید رضا رهنورد معترض اعدام شده در بهشت رضای مشهد جو امنیتی حاکمه و مامورای لباس شخصی اجازه حضور بر مزار او را نمیدن با ادامه حمایت جهانی از خیزش انقلابی ایرانیان منابع آگاه کنگره به واشنگتن فرای گفتن، اعضای دو حزب مجلس نمایندگان آمریکا در حال تهیه طرحی به نام محسا امینی تا به موجب اون علی خامنه و ابراهیم رئیسی رو به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحریم کنند طبق این گزارش طرح مشترک جمهوری و دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا علاوه بر علی خامنی و دفترش ابراهیم رئیسی و دفتر اون رو هم به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از جنایتکار تحریم میکنه این طرح تو مجلس قبلی مورد حمایت دموکراتان نبود اما تو مجلس جدید حمایت هر دو حزب رو به همراه داره نازنین بنیادی بازیگر و کنشگر مدنی به ایران اینترنشنال گفت تصویب قاطع طرح حمایت از معترضان ایران و محکومیت سرکوبگری جمهوری اسلامی از سوی اعضای دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا نشون میده قانونگذاری آمریکایی تو مجلس جدید برای حمایت از مردم ایران اختلاف نظراشون کنار گذاشتن از طرف دیگه در حالی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی علیه نمایندگان پارلمان اروپا به دلیل تلاششون برای تروریست خوندن سپاه تحریم های اعمال کرده این نماینده های اروپایی این تهران رو بی اهمیت خوندند نماینده هلند تو پارلمان اروپا گفت باور نکردنیه که رژیم ایران فکر میکنه با قرار دادن من و برخی از همکاران تو فهرست تحریم ها میتونه پارلمان اروپا رو ساکت کنه کاملا برعکسه در همین حال تاد یانگ سناتور جمهوری خواه در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره گزارش مؤسسه پژوهشی آرمامنت درباره اینکه 80 درصد قطعات پهپادهای سرنگون شده در اوکراین ساخت شرکت های آمریکایی این گزارش رو هشدار دهنده خوند و بر پیگیری این موضوع و اقدام درباره اون تایید کرد